به نام خداوند بخشاینده و مهربان. در آستانه 27مین سالیاد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزارع رحمت الله علیه قرار داریم. در این روزها ما بازخوانی اندیشه شهید مزاری به گونه متفاوت و جدیتر از 20 سال گذشته در کشورهای مختلف به خوانش گرفته می شود و با دیگران در میان گرفته می شود. این کار داریم کم کم شهید مزاری را آنطوری که باید میشناختیم میشناسیم. اما سوال اساسی اینجاست که بازخوانی اندیشه شهید مزاری با محوریت تمرکز زدای قدرت در افغانستان فعلا و در شرایط فعلی چقدر میتونه مؤثر واقع شود یک مسئله، و چرا سیاستمداران افغانستان و پیروان شهید مزاری در طول 20 سال گذشته که یک بخشی از قدرت در افغانستان بودن این مسئله را مطرح نکردند. حتی ما در ریاست جمهوری با عنوان معاون هم نفر داشتیم. و استاد مزاری اگر زنده می بود در همون سالهایی که استاد دانش هم ادعا کردن در نوشتهش که نسبتاً از شرایط فعلی افغانستان میتونست راضی باشه، واقعا راضی بود. این از این 20 سال اخیر مسئله ای که استاد دانش در نوشته تازه خود بسیار با جدیت مطرح کردم. و مسئله دیگری که فعلا تمرکز زدای قدرت در افغانستان که به یک گفتمان مبدل شده، آیا تمرکز زدایی غیر از فدرالیسم هم میتونه راه حل باشه یا نه؟ به خاطر بحث بیشتر آقای استاد جمعه‌خان پویا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را با خود داریم از ترکیه. جناب پویا سلام بر شما، تشکر از اینکه وقت خود اختیار ما قرار دادین. سلام خدمت شما و همه همکارای نازنین شما. تشکر آقای پویا. سوال اول از شما میپرسیم که بازخوانی اندیشه شهید مزاری در راستای تمرکز زدای قدرت در افغانستان مؤثر است یا نه، بخصوص در شرایط فعلی که فعلا مسئله فدرالیسم در افغانستان خیلی خیلی هم به جدیت مطرح میشه. در گذشته اگر تنها برخی از حلقات نزدیک به شهید مزاری مسئله رو مطرح میکردن، اما حالا یک کتله بزرگتری مسئله رو مطرح کردن. ما قبل از اینکه پاسخ به سوال شما بپردازم، دوست دارم یک شعری که در وصف شهید وحدت ملی سروده شده اگر اشتباه نکرده باشم، که شعر خیلی زیبای هست و من زیاد دوست دارم و خیلی مناسبت هم داره، چون ما در 27مین سالیاد شهادت شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری قرار داریم. این شعر را در ابتدا برای شما و مخاطبین میخوانم و بعد میپردازم به سوال شما. بفرمایید. پدر ای شعر ما، ای شور ما، ای افتخار ما، شکوه شوکت ما، قدرت ما، اقتدار ما، خروش نسل ما، خشم بلند روزگار ما، غرور ملت ما، غیرت قوم و تبار ما، سوار لافتا سردار صاحب ذوالفقار ما، امیر صفشکن کرار عصر کارزار ما. در ارتباط به سوال شما میخوایم بگم که در شرایط فعلی و در روزگاری که ما شاهد فروپاشی یک نظام سیاسی در افغانستان هستیم، بیشتر از هر زمانی دیگر بازخوانی اندیشه سیاسی شهید وحدت ملی نیاز هست و نیاز جدی هم هست. همون قسمی که در گزارش شما هم اشاره شد، یک از مبتکران و یک از طراحان اصلی نظام فدرالی در افغانستان استاد شهید وحدت ملی آقای مزاری بود که همه بزرگان سیاسی بلا استثناء اتفاق نظر دارند، و از جمله آقای پدرام که یک از کسایی هستند که همواره از طرفدارای نظام فدرال در افغانستان بوده، خودش هم قبول داره که پیشگام این طرح در افغانستان استاد مزاری بوده و شواهد بسیاری وجود دارند. بنابراین بسیار واضح و مبرهن است که در شرایط کنونی که ما با یک بنبست برخوردیم، با یک بنبستی که فردای آن بنبست روشن نیست، با یک بنبستی که ما اصلا نمیفهمیم راه برای
حل ای بنبست راه برای حل مشکل یا ای معضل وجود داره یا نداره، قطعا بازخوانی اندیشه سیاسی شهید مزاری یک ضرورت هست. ما در سالهای در ادوار مختلف تاریخی و به خصوص از دهه 70 تا کنون نظامهای مختلف سیاسی را تجربه کردیم، ولی هر بار با بنبست مواجه شدیم و با گسیس‌های سیاسی و فروپاشی نظامها. استاد مزاری اتفاقا مطالعه دقیقی از مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در افغانستان داشت و با در نظر داشت همین مطالعه دقیق برداشتش این بود که تنها نظامی که میتونه در افغانستان به ثبات بیانجامه و تنها نظامی که میتونه در افغانستان عدالت اجتماعی را تامین بکنه و تنها نظامی که میشه در سایه او وحدت ملی را تمثیل بکنیم نظام فدرالی هست، یا به عبارت دیگر نظام غیر متمرکز، در یک نظامی که قدرت در دست یک قوم، در دست یک قبیله، در دست یک شخص نباشد. به همین جهت من فکر میکنم یک نیاز جدی هست که به مناسبت 27مین سالیاد شهید وحدت ملی همه بزرگان سیاسی و به خصوص بزرگان سیاسی هزاره روی این مسئله تأمل جدی داشته باشند. آقای پویا، مسئله هزاره ها رو مطرح کردین. هزاره ها بعد از نشست بون چی جایگاهی را داشتن در سیاست افغانستان، در اقتصاد افغانستان و در کل در مسائل کلان و تصمیم گیری ها؟ و نکته دیگر میخوام سوال اشاره بکنم، یک نکته دیگر اینجا میخوام اشاره بکنم. نوشته استاد دانش هم حتما شما خواندین. استاد دانش در قسمتی از نوشته ایش که در مورد شهید مزاری و نظام فدرالی مطرح کردن و ادعا میکنه که اگر شهید مزاری حالا می بود از شرایط قانون اساسی 82 رو میپذیرفت و با کمال باز و خوشبینی میپذیرفت و ادعا میکنه که قسمتی از خواسته های شهید مزاری در افغانستان فعلا تحقق پیدا کرده. با تاسف میخوام بگم که اکثریت کسایی که و میخوایم روشن‌تر صحبت بکنم، هزاره ها و تاجک ها دو قوم عمده که فعلا تا حدود خواهان تشکیل یک نظام غیر متمرکز در افغانستان هستند، یک فرصت بسیار خوب را از دست دادن و او فرصت کنفرانس بن بود. در کنفرانس بون به باور شخص ما فرصت بسیار خوب بود برای اینکه اینها با یک تحلیل ژرف و عمیق از مناسبات اجتماعی فرهنگی در افغانستان روی یک نظام سیاسی به توافق می رسیدن که او نظام سیاسی به یک ثبات می رسیدن که یکی از اون مدل ها میتونه نظام فدرال در افغانستان باشه. ولی با تاسف این فرصت را ما در کنفرانس بون از دست دادیم و بعد از کنفرانس بون هم که ما شاهد برپایی حکومت موقت و انتقالی و بعدا هم حکومت ریاستی بودیم، هزاره ها در سیاست ملی و در اقتصاد ملی ما در رسانه های مختلف گفتیم همیشه در 20 سال گذشته در حاشیه بوده و ما حضور سمبولیک در قدرت را داشتیم، چیزی که او را استاد مزاری نمیخواست. اشاره کردین به اعلامیه که به همین تازگی ها در صفحه استاد دانش معاون اسبق ریاست جمهوری نشر شده. برخلاف ادعای استاد دانش که میگه اگر استاد مزاری در قید حیات بود از نظام 20 سال گذشته و حضور هزاره ها در سیاست ملی و اقتصاد ملی در 20 سال گذشته رضایت می داشت، ما باور کامل دارم و عمیقا به این باور هستم که اگر استاد مزاری زنده می بود و در قید حیات می بود قطعا از وضعیت فعلی هزاره ها در 20 سال گذشته رضایت نمی داشت. یک بحث دوم، اعلامی استاد دانش تا جایی که ما خواندم و اتفاقا دقیق هم خواندم، در تکه های از اعلامیش
به نحو از اونها و به طور غیر مستقیم ادعا میکنه که طرح نظام فدرالی از سوی استاد مزاری از یک نگاه صرفاً برای این بود که یک ابزار فشار باشه بر از این که هزاره ها در سیاست ملی و در اقتصاد ملی سهم قابل توجه و در خور شأن خود را داشته باشه. این بحث را استاد دانش و این ادعا را در حال مطرح میکنه که من باور عمیق دارم که استاد مزاری هیچ وقت چنین دیدگاهی را نداشتن و استاد مزاری سخنرانی های زیادی دارن، آثار زیادی از او زمان از استاد مزاری باقی مانده، نویسندگانی که مثل خود استاد دانش با استاد مزاری نزدیک بودن آثار را به دست چاپ سپردن که از اونا میشه استفاده کرد و نتیجهشی و جنبندی مطالعه و آثار امیز برای شخص خودم که استاد مزاری عمیقاً به این باور بود که تنها راه برون رفت از بحران قدرت در افغانستان پیاده ساختن نظام فدرالی هست و نه اینکه به نظام فدرالی به عنوان یک ابزار فشار نگاه داشته باشه یا نه اینکه به او باور عمیق نداشته باشه. بنابراین من این دو تا ادعای استاد دانش را شخصا رد میکنم و فکر میکنم که خیلی نزدیک با واقعیت نیست، حتی اگر استاد دانش خیلی خود شخص نزدیک به استاد مزاری نشان بده که شاید هم بوده. از سخنان شما اینطوری پیداست که هزاره ها در 20 سال گذشته هم پس در حاشیه بودن. دلیل این در حاشیه بودن هزاره ها چیست جناب پویا؟ از دید شما چرا هزاره ها در 20 سال گذشته در حاشیه بود؟ هم در سیاست افغانستان و هم در تصمیمات کلان چی در هر بودی خلاصه بودن؟ بگذار واضح‌تر سخن کنم. یک از مشکلات بزرگان سیاسی جامعه هزاره این بود که برخلاف استاد مزاری که محوریت برای استاد مزاری مردمش بود و در محراق مردم در محراق توجه استاد مزاری بود و هیچ چیز را برای خودش نمیخواستن به جز مردمش، میراثداران سیاسی استاد مزاری و بزرگان جامعه هزاره ما بلا استثناء علی رغم بعض خدمات را که در 20 سال گذشته و بعد از وفات استاد مزاری و بعد از شهادت استاد مزاری کردن، متاسفانه توجه زیادی به رونق تجارت سیاسی خودشان داشتن تا جایگاه مردمشان، منافع مردمشان و مصلحت‌ها و منفعت‌های عمومی مردمشان. یک از دلایل همین بود. ببینیم، من یک چیزی که می‌خوام بگم و خیلی مهم است به باور شخص خودم، او این هست که هر کسی که بیاید و بگه من هزاره هستم پیرو استاد مزاری هستم به لحاظ تفکر سیاسی، این غلطه. به باور شخص من جناب دکتر پدرام، عبداللطیف پدرام، نماینده از وقت مردم بدخشان در پارلمان، یکی از پیروان به لحاظ سیاسی یکی از پیروان راستین شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری هست. من مثال واقعی برای شما میتونم. بزرگان جامعه ما میراثداران سیاسی استاد مزاری که خودم میراثدار سیاسی استاد مزاری میدانند و از نام استاد مزاری و از عنوان استاد مزاری سالها استفاده کردن، تا هنوز جرأت نمی کنن که بیاین با وضوح و با صراحت بگوین که بله، ما استاد مزاری نظام فدرال را در افغانستان میخواستن و خواستن نظام فدرال به معنای تجزیه افغانستان نیست و ایره به صراحت مطرح کنن. در این حال که پدرام در خیلی از سخنرانی‌هایشان و از جمله مشخصا در گفتگوی خودش با افغانستان انترنشنال دو سه بار به صراحت مطرح کرد که یکی از طراحان اصلی نظام فدرال در افغانستان استاد مزاری بود. بنابراین میخوایم اینطوری جنبندی بکنم که بزرگان جامعه هزاره با تاسف رای استاد مزاری را آنطوری که باید میرفت نرفت. یک سوال را که من میخواستم بپرسم، شما هم یک اشاره نسبی در این گفته های اخیرتان داشتین. چرا سیاست مداران افغانستان و خصوص اونهایی که حالا تمرکز زدای قدرت را یک شعاری جدی برایشان قلمداد میکنن، در طول 20 سال گذشته مسئله تمرکز زده قدرت و به خصوص نظام فدرالی را مطرح نکردن؟ خب اگر از کلگی بگذاریم، بیایم در بخش هزاره ها و پیروان شهید مزاری، چرا واقعا اونایی را مطرح نکردن؟
یک بحث وجود داشت در 20 سال گذشته و او ای بود که ما همیشه با در صحبت با خیلی از رسانه ها همین موضوع را مطرح کردیم و او ای بوده که بزرگان ما و نخبگان سیاسی ما یا به عبارت دیگر بازیگران سیاسی جامعه هزاره یک نگاه دورنگرانه نسبت به منافع هزاره ها و نسبت به جایگاه هزاره ها در سیاست ملی و در اقتصاد ملی در افغانستان نداشتند و برعکس تمام تمرکزشان بر زدوبندهای شخصی و تیمی خودشان بودند و این جرأت را نداشتند که بیاین اندیشه سیاسی شهید مزاری را به عنوان یک گفتمان غالب سیاسی در افغانستان مطرح بکنم و بارها ما از زبان از اینا میشنیدیم و تا هنوز هم میشنویم که میگن که خب ما به این خاطر با نظام فدرال یا پیاده ساختن نظام فدرال یا پیاده ساختن گفتمان نظام فدرال در افغانستان با احتیاط برخورد میکنیم که ایده هستن که مخالف این نوع نگاه هستن و اونا میگن که اگر ما نظام فدرال را در افغانستان پیاده بکنیم ما در حقیقت افغانستان را تجزیه میکنیم، در این حالی که بزرگوارای ما اشتباه میکنن. من میخوام بگم که یک عده از آدم ها هستن و حتی از بزرگان جامعه هزاره که فکر میکنن که قوم محترم پشتون ما در افغانستان همهشان مخالف نظام فدرال هست، در این حالی که چنین چیزی نیست. من باور عمیق دارم که اکثریت قوم محترم پشتون طرفدار یک نظام غیر متمرکز و یک نظام هست که او پاسخگو باشه، یک نظام هست که او به پختگی و به ثبات برسه، ولی عده محدودی هستن از جمله من نام میبرم از آقای کرزی که اینها قوم محترم پشون را به گروگان گرفته و طور وانمود میکنن که بله اگر ما نظام فدرال را پیاده بکنیم در افغانستان ای به معنای تجزیه هست، در این حالی که به هیچ وجه پیاده ساختن نظام فدرال به معنای تجزیه کشور نیست. ما یک مثال ساده برای شما میدم. ما یک از فواید و یک از مزیت‌های داشتن نظام فدرال در افغانستان اینه که نظام فدرال به شما میگه به مثلا به زن قندهاری یا به زن که مثلا در پکتیا زندگی میکنه میگه شما میتونین طبق میلتان و طبق خواسته ها و مطالبات خودتان مثلا از حق رانندگی برخوردار هستین، ولی میتونین از این حق خود استفاده نکنین. همزمان به یک زن بامیانی میگه شما از حق رانندگی برخوردار هستین و اگر دوست دارین میتونین از این حقتان استفاده بکنین. یعنی ما در یک نظام فدرال یک حاکمیت ملی داریم و تحت یک حاکمیت ملی باز حاکمیت هایی داریم که اونها میتونه عملکردهای مستقلانه در به اصطلاح در تطابق با حاکمیت ملی داشته باشند. بنابراین نظام فدرال یا پیاده ساختن نظام فدرال مزیت های زیادی داره و من فکر میکنم فعلا فرصت خوبی فراهم شده برای زی که همه مردم افغانستان بازیگران سیاسی و بخصوص بازیگران سیاسی جامعه هزاره تأمل بیشتر روی این نظام داشته باشند. بسیار خوب جناب آقای پویا، به قول معروف حالا باید تاریخ را از نو نوشت و در راستانه 27 سالار شهید مزاری هم هستیم. بیشتر مردم ما خواستار وحدت و همدلی هست. اگر بیایم بگذاریم حالا در گذشته خیلی ها اشتباهاتی کردن، به باور شما آیا فرصتی هم هست برای جبران این اشتباهات و اگر هست چی هست؟ بزرگان ما و مردم ما چی باید کنه؟ قطعاً در افغانستان آرون چی که پیش آمده هر کس به اندازه امو جایگاهی که داشته تقصیر داره. اگر یک معلم بودیم و درست تدریس نکردیم مقصریم، اگر وزیر بودیم فساد کردیم و اختلاس کردیم و کار صادقانه نکردیم مقصریم. هر کس که مقصر است بر اندازه امو جایگاهی که در اجتماع و دولت افغانستان داشته مقصر هست بالاخره و نحوی، یعنی اکثریت میگه متاسفانه. حالا چی باید کرد؟ این مسئله بسیار جدی و دغدغه اصلی هست. سوال خشنگ هست. ما
من میخوام بگم که خیلی خوب است و جامعه فعلی افغانستان و مشخصا نسل جوان جامعه هزاره این ظرفیت را داره که اگر گاهن در قسمت انجام مسئولیت های خیش کوتاهی میکنن میتونن به راحتی از مردم خودش پوزش بخواین. بله دقیقا، من هم باورمند بر از ایستم که هر کس در حد خودش مسئولیت داره. من پویا به عنوان کسی که در 10 سال گذشته در رسانه بودیم، فعال بودیم، در اجتماع بودیم، بارها این پرسش را از خود میپرسم که آیا من پویا در حفظ نظام جمهوریت، در حفظ نظام که از هم فرو پاشید کوتاهی نکردیم؟ و اگر بر فرض کوتاهی کرده باشم، من خود در نزد مردم افغانستان و به خصوص در نزد وجدان خود مسئول میپندارم. و با در نظر داشت امین اودیدگاه، انتظار ما از بزرگان ما ای هست که اینها بیاین صادقانه اگر کوتاهی کردن از مردم افغانستان پوزش بخواهند. این باید به یک فرهنگ تبدیل شوند. من فکر میکنم پرسش های زیاد هست که باید بزرگان سیاسی ما پاسخ. مثلا استاد خلیلی یک دوره زیاد معاون دوم ریاست جمهوری از آدرس جامعه هزاره بود. سؤالی که فعلا مطرح است، آیا در 20 سال گذشته که شما از آدرس جامعه هزاره و با حمایت جامعه هزاره معاون ریاست جمهوری بودین، در جلسات کابینه بعضا روی نوع نظام سیاسی بحث کردین؟ و اگر نکردین چرا، چه دلایل بود که شما اصلا بحث نکردین؟ و اگر بحث کردین تا چه سطح اندیشه سیاسی استاد مزاری و بخصوص بحث نظام فدرال را مطرح کردین؟ و آرزوی از این داریم و خواستار از این هستیم که اینها یک فیصل اینجا مسئله که مطرح میشه، اگر روی گذشته بپیچیم که خب حالا نارضایتی کلی نه تنها سیاست مداران هزاره بلکه سیاست مداران افغانستان، یعنی میتونیم بگیم که 99% سیاست مداران افغانستان وجود داره و این نارضایتی در سطح بسیار بالایی هست، در سطح که مردم افغانستان خیلی خیلی زیاد گلایه های داره. اما حالا گذشته ها گذشته، فرصت های آیا در آینده هست یا نه؟ اگر هست چی کار باید بکنیم؟ حالا باید همگی متحد شیم، اگر قرار باشه که کلن بیم بچسبیم به گذشته و ملامتگی ها رو به سر هم دیگر اندازیم، که قطعا این ما رو خود به خود دوچار سردرگمی ها میکنه و انرژی ما در این رو مصرف میشه. خوب خود بود که در آستانه سال شهید مزاری ما از آینده بگیم و از برنامه ها و پیشنهادات خود. اتفاقا من با دیدگاه شما به صورت صریح میگم که میخوام بگم که موافق نیستم. چیزی که واقعیت داره او را نمیتونیم پنهان بکنیم و با الفاظ و شعار و با این که ما باید وحدت داشته باشیم و با گذشته نپردازیم نمیتونیم کار درست را انجام بدیم. نه، حالا انجام جناب آقای پویا که چیکار بکنیم که این وحدت واقعی شکل بگیره. حالا جدا از اینکه منم که ما شعار بدیم، اگر شعار بدیم نتیجهش میشه ما 20 سال گذشته که یک نفر به حق شما ظلم کرد، شما به خاطر حفظ وحدت سکوت کردید که با نان تا بخوره. نه، اما چیکار باید بکنیم که به یک وحدت واقعی برسیم؟ این مسئله هست. درست جناب آقای موحدی، من میخوام بگم که راه ما در صورتی میتونیم راه بهتر را در آینده انتخاب کنیم که درس خوبی از گذشته خود داشته باشیم. اگر ما تاریخ گذشته خود را نفهمیم و ندانیم که بزرگان ما، مردم ما در گذشته چه کار کردن، چه کارهایی را کردن، چه کوتاهی‌های انجام شده، چه کارهای خوب انجام شده، قطعا ما راه آینده خود به خوبی نمیتونیم انتخاب بکنیم. من میخوام بگم من که از استاد خلیل نام بردم، معنیش ایست که استاد خلیلی را به همون میزان من بهش احترام دارم و به همون میزان جایگاه داره، یعنی جایگاهش به همون میزان بوده، یعنی به همون میزان مسئولیت داره. و تنها منظور من استاد خلیلی نیست، من منظورم این بود که همه بزرگان سیاسی جامعه هزاره، استاد محقق، استاد خلیلی، استاد دانش، همه از اینها باید پاسخ بدن به نسل جدید هزاره که با اندیشه سیاسی استاد مزاری و به خصوص نظام فدرال چه کار کردن. و تا زمانی که این مسائل و
و تا زمانی که پرسش های مهم روشن نشوه من فکر نمی کنم که ما به یک نتیجه خوب بتانیم برسیم. به هر حال من میخوام مشخصا بپردازم به سوال شما. در شرایط فوق العاده حساس قرار داریم. من فکر میکنم که با مصلحت گرایی بیش از حد کار ساخته نمیشه. ما 20 ساله که داریم مصلحت گرایی میکنیم، 20 ساله که به خاطر مصلحت گرایی ما لوی جرگه تشریفاتی برگزار میکنیم، لوی جرگه یک مبنای قانون اساسی نداره که در این روزا مطرح است، شما هم در جریان هستین. ما 20 سال است که به خاطر مصلحت گرایی اندیشه سیاسی استاد مزاری را، تفکر سیاسی استاد مزاری را کنار گذاشتیم. ما 20 سال است که به خاطر مصلحت گرایی منافع مردم هزاره را قربانی کردیم، کنار گذاشتیم. من فکر میکنم دیگر زمان از این گذشته که ما باز هم بیاییم مصلحت گرایی بکنیم. فعلا فرصت خوبی هست که بزرگان جامعه هزاره از منافع شخصیشان، از ادامه رونق تجارت سیاسیشان بگذرن، دست به دست هم بتن و روی ایجاد یا تشکیل یک نظام سیاسی غیر متمرکز مقبول در افغانستان و قابل قبول در افغانستان فکر بکنن. نه تنها که فکر بکنن بلکه گام های عملی رو بردارن. او میتونن نظام فدرال باشه یا یک نظام غیر متمرکز شبیه نظام فدرال باشه. به هر حال من فکر میکنم این شرایط استاد پویا یک موضوع بیشتر برجسته تر بکنیم. فعلا تمرکز زدای قدرت در افغانستان مطرح هست و بصورت بسیار جدی، به خصوص از طرف حداقل تاجیک ها و هزاره ها در این روز ها بسیار شدیدن مطرح میشه در آستانه 27 سالات شهید مزاری. آیا مسئله تمرکز زدایی آنطوری که ما میخواییم بصورت واقعی که منجر به تحقق عدالت اجتماعی و وحدت ملی و حاکمیت ارضی افغانستان گردد، آیا فدرالیزم هست یا نمونه دیگری هم هست که میتونه ما را با می هدف برسانه؟ میخوام بگم که تا حدودی من در این قسمت با بخش از اعلامیه استاد دانش موافقم و حتی اعلامیه ای که از جانب استاد خلی نشر شد. نظام غیر متمرکزی که حالا او مشخصا فدرال نباشه، یعنی نظام یک نظام غیر متمرکز داشته باشیم که دقیقا یک نظام فدرالی نباشه، فکر میکنم اگر چنین یک نظام هم میتونه به تامین عدالت اجتماعی و تامین وحدت ملی در افغانستان بیانجامه. ولی من فکر میکنم که دیگر دیر است. 20 سال گذشته این فرصت بود. اگر ما شاهد فروپاشی نظام سیاسی در افغانستان نمی بودیم، بله من با اون دیدگاه موافق بودم که ما داشتیم از عمو مقطع عبور می کردیم و کم کم شاید در سالهای بعد، در دوره های بعد، قانون اساسی فعلی ما باز هم تعدیل می شود، باز هم غیر متمرکزتر میشد، باز هم یک قانون اساسی مدرنتر را میتونستان داشته باشیم. ولی فعلا او مرحله گذشته. من فکر میکنم که فعلا بجوز پیاده ساختن یک نظام به معنای واقعی کلمه فدرال رای دیگه باقی نیست. بسیار تشکر جناب استاد پویا از اینکه در بحث حاضر شدین. در پایان اگر گفتن داشته باشین خیلی کوتاه، چون وقت کم است، یک دقیقه اگر صحبت خلاصه شوی خیلی خوب میشه. از بودن با شما در این بحث بسیار خوشحالم. وقت شما خوش. تشکر. تشکر شما مخاطبان گرامی و در پایان باز هم سالیان شهید مزاری رو به شما تسلیت میگیم. ما تصمیم گرفتیم که امو اعلامه های استاد دانش اگه دو تایشی یک مصاحبهش و یک مجله بوده برای شما نشر بکنیم و مهمتر از همه سه قسمت نوشتهش در مورد طرح نظام فدرال اسلامی افغانستان که توسط شهید مزاری و حزب وحدت به اصطلاح تدوین شده بوده را با شما در میان بگذاریم. سر از بعد از این مصاحبه اونا شروع میشه و فردا احتمالاً که تلاش میکنیم خلاص شه و ما امیدوار هستیم که دوستا به وحدت همدلی همدیگر بیشتر احترام بگذاره و من امیدوار هستم که بزرگان سیاسی ما اگر دنبال ساختن افغانستان و آینده مردمشان هستن مصلحت‌های کلی مملکت مردم را در نظر بگیره و به قول آقای پویا از تجارت خانوادگیشان بگذره و من فکر میکنم که خودشان اصلا وارد در سیاست نشوه، چون اگر اینا دوباره وارد سیاست شوه به این معنی هست که اینا دنبال
همون تجارت گذشتهشان خواهد بود و حداقل مردم این گونه فکر میکنه. حتی اگر اینا هم با اون راه نره و واقعا بخواهد که حتی از خودشان برای مردم مایه بگذاره، باز هم برای مردم قابل قبول نخواهد بود، چون یک بدگمانی متاسفانه ایجاد شده. در صورت از توجه همراهتون جان سپاس و تشکر از جناب آقای پویا روزنامه‌نگار استاد دانشگاه که از ترکیه با ما بود.